بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل فرجهم وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أولا أيام أربعين رو با همه وجود، با همه دل تمجید و تکریم میکنیم. حرکت اربعینی مردم رو با استمداد از لطف خدای متعال شکرگزاری میکنیم. هفته دولت رو به شما برادران و خواهران عزیز تبریک میگیم و امیدواریم که انشالله این هفته برای همه سالهای طولانی مسئولیت شما هفته امید و مژده و گزارش های شادی بخش باشه. یاد شهیدان عزیز، شهید رجایی و شهید باهنر رو گرامی می‌داریم که این هفته به نام این دو بزرگوار هفته دولت نامیده شده و رمز ویژه‌ای در این نامگذاری وجود داره و او این است که دولت گرامی دارنده شهداست، گرامی دارنده راه شهداست، که خب الحمدلله همینجور هم بوده کم و بیش. یاد شهید عزیزمون رئیس جمهور فقید آقای رئیسی رو گرامی می‌داریم و برای ایشون این نام نیک برجسته‌ای که خدای متعال به او داد رو دائمی و پایدار می‌طلبیم از خدای متعال. انشاءالله که خداوند درجات ایشون رو و همراهانشون رو، از جمله وزیر خارجهشون رو، عالی بداره، باقی بداره. خدا رو شکر گذاریم که به حمدالله دولت با همت رئیس جمهور محترم و با کمک ارزنده مجلس شکل گرفت. این خیلی نعمت بزرگی است. ما در بعضی از دولت‌های گذشته گاهی تا نزدیک یک ماه یا بیشتر دولت نمی‌توانست شکل بگیره و همه وزرا از مجلس رأی اعتماد نگرفته بودن. این رو خدا لطف کرد به شما و به ما و به کشور که به حمدالله همه وزرا از مجلس با اعتماد مجلس به اونها به سلامتی بیرون آمدن. کسانی که در این انتخابات و تشکیل این دولت بعد از اون حادثه سنگین و تلخ مؤثر بودن، همشون پیش خدای متعال مأجورند. دست‌اندرکاران دولت قبل، صدا و سیما، مسئولان گوناگون که کمک کردند به اینکه بعد از اون حادثه سنگین و تلخی که پیش آمد کشور با نشاط بتونه وارد میدان انتخابات بشه، انتخابات ریاست جمهوری با امنیت و سلامت کامل انجام بگیره، بعد وزرا تشکیل بشن، واقعا از همشون باید سپاسگزاری کنیم. از خداوند متعال هم خیلی باید متشکر باشیم. واقعا حالا من نکاتی رو عرض میکنم، این نکته تشکر رو هم باز بعدا عرض خواهم کرد. آقای رئیس جمهور تو این زمینه خیلی پرکار و با تلاش وارد شدند برای انتخاب وزیرانی که باید با ایشون همکاری کنند. با بنده هم مشورت کردند
و من خب بعضی از افرادی که تعدادی رو که میشناختم یا صلاحیت اونها از طرق مورد وثوق به ما رسیده بود اینا رو تأیید کردم، بعضی رو هم تأکید کردم، تعداد بیشتری رو هم نمیشناختم، گفتم نظری نسبت به اونها ندارم. خب به حمدالله ایشون تونستن انتخاب رو انجام بدن و مجلس رو هم قانع کنند و این موفقیت بزرگی بود و خدا رو سپاس میکنم. امروز همه این وزرای محترم و شما برادران و خواهران عزیزی که مورد اعتماد رئیس جمهور و مجلس قرار گرفتید، همتون مقامات عالی رتبه این کشورید. وظیفه همه ماست که از شما ها حمایت کنیم، کمکتون کنیم اگر احتیاج به کمک داشته باشید و تلاش کنیم که انشاءالله شما در کارتون موفق باشید. چند نکته رو من یادداشت کردم که عرض بکنم. نکته اول مسئله شکر خداست. شما امروز در جایگاهی قرار گرفتید که میتوانید در پیشرفت کشور و در اداره امور کشور مؤثر باشید. وزارت یه چنین موقعیتی رو به شما داده. این نعمت الهی است. اینی که انسان بتوانه خدمت کنه به مردم این نعمت بزرگی است. خیلی ها دوست دارن خدمت کنن، فرصت براشون پیش نمیاد. خدا به شما این فرصت رو داده. خدا رو شکر کنید. سپاسگزاری کنید، قدردان باشید، از خدای متعال کمک بخواهید. این مسئولیت رو امانت خدا و امانت مردم بدانید و از این مسئولیت و مأموریت بزرگ پاسداری کنید. البته 4 سال بخشی از عمر انسانه که به سرعت برق و باد میگذره. بنده حالا در سنین 85 سالگی وقتی نگاه میکنم به پشت سرم، میبینم این 85 سال به سرعت برق عبور کرده گذشته. اینجوریه، 4 سال زود میگذره. لکن در همین مهلت زود گذر کارهای بزرگ میتوان کرد. امیر کبیر 3 سال در کشور حکومت کرد، کارهای بزرگی رو بنیانگذاری کرد. خود آقای رئیسی عزیز ما 3 سال حکومت کرد و ریاست کرد، کارهای خوبی ایشون انجام داد و بعضی کارها رو پایه‌گذاری کرد که انشالله ثمرش رو بعدها کشور خواهد دید. بنابراین میتونید کار کنید، میتونید در این 4 سال با سلامتی و عافیت انشاءالله کارهای بزرگی رو میتونید انجام بدید. این نکته اول. نکته دوم این است که یکی از شرایط کارآمدی کارگزاران دولت اینه که داشته های خودشون رو بشناسن، ثروت‌های موجود خودشون رو بشناسن، استعدادها و ظرفیت‌های قابل به فعلیت رسیدن رو بشناسن. ما گاهی داشتیم مسئولینی، بنده تو این سالهای طولانی برخورد کردم با مسئولینی که نمی‌شناختن نیروی انسانی کشور رو، نمی‌شناختن نیروهای طبیعی کشور رو. نمی‌شناختن. یک مسئولی یه وقتی به من گفت که ما برای ساختن بزرگراه بایستی از مهندسین خارجی استفاده کنیم. امروز به دست جوانهای شما سرتاسر کشور بزرگراه و آزادراه و اینا ساخته شده. احتیاج نداشتیم. این نشناختن عیب بزرگی است. مثال های گوناگون دیگری هم در ذهنم هست که لزومی نداره بگم.
داشته ها رو بشناسید. ما ثروت های فعلیمون هم زیاده، ظرفیت هامون هم چندین برابر اون چیزیست که بالفعل دارا هستیم. چند نوع ما ظرفیت داریم، چند نوع داشته، حالا داشته و ظرفیت یعنی بالفعل و بالقوه. یکی ظرفیت های طبیعی است. ما لحاظ منابع زیرزمینی ظرفیت های زیادی داریم، نفت داریم، گاز داریم، انواع و اقسام منابع ارزشمند داریم. تو همین کبیری که شما میبینید، اونایی که کبیر شناسن به وقتی به من گفتن، منابع عظیمی وجود داره، ثروت هایی که از نفت و گاز ارزشش بیشتره. ما داریم از این چیزها. موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی در این منطقه داریم. ما لحاظ زمینی سر چهارراه قرار داریم، چهارراه شرق و غرب و شمال و جنوب. این موقعیت بسیار مهمیه. لحاظ اقلیمی، تنوع اقلیمی فرصت بسیار بزرگی است که ما داریم. لحاظ سواحل طولانی دریای آزاد ما این فرصت رو داریم. جزایرمون، سواحلمون، اینا همش فرصته. همین منطقه مکران که حالا خوشبختانه آقای رئیس جمهور چند بار راجع به این قضیه با من که صحبت میکردن اسم آوردن روی این قضیه حساسه، این یه فرصت بزرگیست. از این قبیل فرصت ها ما زیاد داریم. فرصت های طبیعی است. اینا فرصت های طبیعی است. یک نوع فرصت ها فرصت های انسانی است، ظرفیت های انسانی است. جوانان تحصیل کرده، میلیون ها جوان تحصیل کرده ما داریم تو این کشور که اینا تشنه کار کردنن. اگر بتوانیم ما از اینها استفاده کنیم، بشناسیم اینا رو، بتونیم از نیروی اینها، از فکر اینها استفاده کنیم، دنیای کار برای کشور به وجود میاد. استعدادهای درخشان، توانایی‌های علمی، ظرفیت نابغه سازی. ببینید ما وقتی که مثلا نگاه میکنیم به خواجه نصیر یا ابن سینا یا محمد ابن زکریای رازی یا مولا صدرا یا بقیه دانشمندانی که تا زمان ما تو کشور بودن برجسته ها، این به ما نشون میده که ما سقف پروازمون بالاست. سقف پرواز فکری و علمی ما خیلی بالاست، میتونیم به اونجا برسیم. ابن سینا هنوز کتاباش در دنیا مطرحه بعد از هزار سال. این خیلی مسئله مهمیست، این پدیده مهمیست. ما توانایی نابغه سازی داریم، یعنی میتونه در بین جوانای ما نوابغی به وجود بیان. اینا فرصت‌های انسانی و داشته‌های انسانی ماست. ایمان مردممون، این ایمانی که مردم دارن، ایمان مذهبی و ایمان سیاسی، این خیلی با ارزشه. این جزء ظرفیت هست. این هم یه جور ظرفیت. یک جور ظرفیت‌های دیگر عبارت از ظرفیت‌های سیاسی کشور، عمق راهبردی ما. یه روزی بود که ایران رو با قالی و نفت می‌شناختن، امروز ایران رو با علم می‌شناسن، با پیشرفت نظامی می‌شناسن، با قدرت منطقی می‌شناسن، با عمق راهبردی می‌شناسن در دنیا. این یه فرصتی است، این در اختیار ماست. توانایی و تأثیرگذاری روی کشورهای دنیا، رو منطقه، این چیز کوچکی نیست، چیز خیلی مهمی است. این هم از فرصت‌های ماست. یک فرصت دیگری که جزء ارزنده‌ترین فرصت‌هاست، تجربه هاست. تجربه هاست که باید قدر این تجربه ها رو بدونیم. العقل و حفظ و تجارب، این فرمایش امیرالمومنینه. اینو استفاده از تجربه ها و حفظ کردن تجربه ها رو نشانه خردمندی امیرالمومنین علیه السلام میدونه.
و خیر ما جربت ما و عذک، تجربه ای که بتوانه به شما درس بده، راه رو جلو پای شما بگذاره. ما تجربه های خوبی داریم، دولت های گوناگون آمدن کارهایی کردن که برای ما تجربه شده. یه کارهایی بوده که نباید میکردن کردن ضرر کردیم، یه کارهایی بوده که باید میکردن نکردن ضرر کردیم، یه کارهایی بوده که باید میکردن و کردن سود بردیم. اینا همش تجربه است، ازش میشه استفاده کرد. این هم نکته دوم. نکته بعدی انتخاب همکار. بالاخره شما همکارانی انتخاب میکنید. بنده توصیه‌ام اینه که از همکاران دارای این خصوصیات بیشتر استفاده کنید. جوان، مؤمن، انقلابی، متعهد، پر انگیزه، اینا هستن که میتونن به شما کمک کنن. ما در بخش‌های مختلف علمی و تحقیقاتی، مثل بخش هسته‌ای، بخش نانو، بخش سلول‌های بنیادی، بخش‌های گوناگونی که جزو گره‌های بزرگ علمی و تحقیقاتی در دنیا بوده، از این جوان‌ها استفاده کردیم و پیش رفتیم. پیشرفت‌های بزرگ انجام گرفته به الحمدلله. خصوصیت اینه، از این جوان‌ها استفاده کنید، گره‌های رو باز می‌کنن. و ضمناً شما وقتی که جوان‌ها رو آوردید در رده‌های گوناگون مدیریتی از پایین گذاشتید، یک نسلی از مدیران پرانگیزه برای فردا تربیت دارید می‌کنید. یعنی وقتی شما جوان‌ها رو آوردید تو تشکیلات خودتون، اینا تجربه پیدا می‌کنن، برای فردا یک نسل برجسته مدیر پرانگیزه شما تولید کردید که به نظر من این خیلی چیزه با ارزشی است. با آقای رئیس جمهور ما صحبت میکردیم، همین موضوع مطرح شد. اگر چنانچه ایشون بتونن مثلا فرض کنید 100 تا جوان مؤمن پر انگیزه انقلابی متعهد رو آماده کنن و آخر دولتشون همین 100 تا جوان تحویل کشور بدن، به نظر من کار بسیار بزرگی انجام گرفت. بنابراین این هم مسئله انتخاب. و مرحوم شهید رئیسی تو این زمینه توفیقات خوبی داشتن. انشالله که توفیقات شما چند برابر ایشون باشه. این هم نکته سوم. نکته چهارم درباره مسئله کارشناسی است. در تبلیغات آقای دکتر پزشکیان و اظهاراتی گفته شد، رجوع به کارشناس ها تکرار شده. بنده عقیده راسخ دارم به این قضیه رجوع به کارشناس. بنده معتقدم که دولت ها وقتی که کار کارشناسی میکنن، حکمرانیشون حکمرانی خردمندانه و اندیشه ورزانه خواهد بود، نه حکمرانی محفلی و رفاقتی و توصیه ای. این کار کارشناسی خصوصیتش اینه که گاهی شما یک کار کارشناسی رو انجام میدید برخلاف خواست چند تا رفیق و دوست و آشنا و آدم صاحب نفوذ و اینها، اونا رو ناراضی میکنید اما ملت رو راضی میکنید، کشور رو پیش میبرید. کار کارشناسی اینه. بنده تأیید میکنم، تأکید میکنم بر کارشناسی. منتها یه نکته اینجا وجود داره در انتخاب کارشناس. گاهی اوقات در مواردی تهنشین های ذهنی غلط یک کارشناس با ادبیات کارشناسی میاد تو میدان، با لباس کارشناسی میاد تو میدان، اون وقت مشکل درست میکنه، تحمیل میکنه اون نظرات غلط حاکم بر ذهن اون کارشناس رو یا خصوصیات اخلاقی او رو تحمیل میکنه به شما. امیرالمومنین علیه السلام تو این زمینه هم
توصیه دارن، لا تدخلن فی مشورتی که بخیلن ولا جبانن، با بخیل مشورت نکن. یعنی چه؟ یعنی کارشناست بخیل نباشه. چرا؟ برای خاطری که اگر خواستی کمکی به کسی بکنی، این بخیل دلو تو میگیره، میگه که جیبت خالی میشه. با آدم ترسو مشورت نکن، نظر کارشناسی نگیر، آدم بزدل. برای خاطری که هر کار بزرگی بخوای انجام میدی، هر اقدام خوبی، قدم بلندی بخوای برداری، تو رو میترسونه. اگر این کار بکنی چنین میشه چرا میشه. با آدم حریص ولا حریصن، با آدم حریص مشورت نکن، یعنی از او کارشناسی نخوا. چون آدم حریص اون حرص خودش رو به تو منتقل میکنه. یعنی ببینید این خلقیات، حالا اینا نمونه است، خلقیات یک کسی که طرف مشورت ماست میتوانه در مشورت او، در رأی مشورتی او اثر بگذاره و کار دست ما بده. بنابراین مواظب باشیم از کارشناسی استفاده کنیم که مؤمن باشه، صادق باشه، به توانمندی داخلی و ملی کشور معتقد باشه، سرمایه های ملی رو بشناسه. این از کارشناسای استفاده نکنیم که دنبال نسخه های نسخ شده خارجی هن. بعضی اوقات یک نسخه اقتصادی یا اجتماعی یا فرض کنید که سیاسی در خارج 50 سال پیش، 70 سال پیش مطرح شده، بعدم نسخ شده. ما حالا اون رو بیاریم اون نسخه رو اینجا مطرح کنیم؟ مراقب باشید کارشناس به این شکل نباشه، ولی کارشناسی، اصل کارشناسی بسیار لازم. نکته بعدی، خسته که نشدید انشالله، درباره حضور در بین مردمه. اینی که اگر سفر استانی کردید بگن این پوپولیست، نمیدونم پلان عوامگرایه، این حرفا رو اعتنا نکن. اطلاع از متن اون چی که در زندگی مردم میگذره با کارتابل و گزارش کتبی امکان پذیر نیست. باید برید ببینید، بشنوید، از خود مردم بشنوید. وقتی انسان میره میشنوه، میبینه با اون چی که ما در گزارش به ما رسیده تفاوت‌های زیادی وجود داره. نمیخوام بگم گزارش‌ها همش خلاف غلطه، نه، گزارش‌های خوب هم داریم، متأ گزارش نشون نمیده واقعیت رو. یه نفری الان که می‌خواستیم بیایم اینجا به من راجع به کربلا روین راهپیمایی 40 از راهپیمایی برگشته بود، به من گفتم چطور بود، خوب بود؟ گفت اگر همه علما، همه شعرا، همه دانشمندا جمع بشن نمیتوانن 1000 اون چیزی که اتفاق میفته رو توصیف کنن. این یه نفری همین یه ساعتی پیش به من گفت. یعنی دیدن یه چیز دیگه است. انسان از نزدیک ببینه، برید تو مردم، برید با مردم گرم بگیرید، صحبت کنید. یه جاهایی مختزی است، توی شهرستانی، توی روستایی، برید خونه مردم، تو منطقه زلزله زده، سیل زده، برید تو چادر مردم، برید ببینید، بشنوید از اونها، بر اساس اینها اون وقت دست میگیره. بنابراین حضور در مردم خیلی خوبه، سفر استانی خیلی خوبه و انشالله توفیقاتی داشته باشه. نکته بعدی در باب عدالت. خب عدالت در کلمات همه ما ها تکرار میشه. آقای دکتر پزشکیان هم چه در انتخابات، تبلیغات انتخاباتی، چه بعد از او، چه تو همین جلسه امروز ما راجع به عدالت و اهمیت عدالت صحبت کردن. همین هم هست. یعنی بنده نمیخوام راجع به لزوم عدالت بحث کنم، این جزء بیانات نظام و بیانات نظام اسلامی و بیانات انقلاب، بس سر این نیست.
بحث سر این است که عدالت رو چجوری تأمین کنیم، راه کار چیه. خب همون میخوایم عدالت انجام بگیره، مرتب هم داره قانون و قاعده و مقررات و برنامه و امثال اینها تصویب میشه، گفته میشه، اجرا میشه. اینا با عدالت چه نسبتی دارن؟ چقدر میتوانن عدالتی را که ما دوست میداریم و هی تکرار میکنیم میتونن تامین کنن؟ من چند سال قبل از این پیوست عدالت رو مطرح کردم، گفتم شما هر قانونی، هر تصمیمی میخواهید بگیرید، تصمیم مهم، قانون مهم، یک پیوست عدالت براش تهیه کنید. مرحوم آقای رئیسی یه مقداری هم توی این قضیه پیش رفت، ایشون کارایی هم کردن، نیمه کاره موند. میخوام این توصیه رو به شما بکنم، پیوست عدالت لازم داره. پیوست عدالت یک ترتیب اداری، یک فرم تشریفاتی نیست، یه امر واقعی است. یعنی مراکزی مثلا سازمان برنامه از باب مثال که برنامه رو تنظیم میکنن، تصمیم ها رو میسازند، تصمیم سازی میکنن، قانون ها رو آماده میکنن، لوایح قانونی دولت رو اونا مینویسن، اونا تنظیم میکنن، اینا بایستی یک مراقبتی، حالا یا از سوی خود اونها یا کسانی رو آقای رئیس جمهور معین کنن، نگاه کنن ببینن تأثیر این قانون، تأثیر این برنامه در شکاف اجتماعی چقدر، کم میکنه، زیاد میکنه، تأثیر میگذاره، نمیگذاره، فاصله طبقاتی رو کم میکنه، زیاد میکنه. اینو مراقبت کنن. اگر دیدن این برنامه موجب میشه که فاصله طبقاتی زیاد بشه، برنامه رو حذف کنن، اون قسمت از برنامه رو حذف کنن. این پیوست عدالت یعنی این، نه اینکه یک کاغذی پیوست کنیم ما به قانونمون که یک شرایطی بگذاریم، نه، تو خود قانون. یه کار سختی است، این کار آسونی نیست، کار مشکلیه. بنده البته اطلاع پیدا کردم یه تعدادی جوان دانشگاهی فاضل و مطلع یه نرم افزاری برای این کار تهیه کردن که حالا اگه خواستید مراجعه میکنید و میخوایدشون مورد استفادهتون قرار گرفت، مورد استفاده قرار میدید. به هر حال مسئله عدالت مسئله ایست که با زبان و با خواهش و با درخواست و با تکرار و با تهدید و اینا عملی نمیشه. عدالت اجرا میخواد، انگیزه میخواد، ورود در میدان میخواد. خوشبختانه انگیزش وجود داره. من میبینم ایشون انگیزه این کار رو دارن. خیلی خوب، راهش رو پیدا کنید، دنبال این برید که چجوری میتونید عدالت رو اجرا کنید، جوری عمل بشه که هیچ مدیری، هیچ مسئولی نتوانه تخلف کنه از اون راهی که به عدالت مندهی میشه. این هم یه نکته. نکته بعدی، رعایت اولویت ها. ما وقت کمی داریم، پول کمی هم داریم، کار زیادی هم داریم. ببینیم اولویت ها چیه، چه اولویت های کارهای زیرساختی و اساسی، چه اولویت های کارهای فوری. دو جور اولویت داریم. بعضی از اولویت ها مربوط مسائل فوریه، باید اینا رو تو جامعه به یه شکلی به صورت مناسبی اینا رو باید حل کرد. مسئله گرانی، تورم، امثال اینها. بعضی از مسائل مسائل زیرساختی است، اگر چنانچه امروز نکردیم 10 سال دیگه باید شروع کنیم. اینی که درباره انرژی هسته‌ای بعضی تردید میکنن که آقا چه فایده داره، چه، این بر اثر غفلت از این قضیه است. بالاخره این کشور نمیتونه خودش رو از این امکان علمی فنی پیشرفته دنیا محروم کنه. امروز اگر شروع نکردید 10 سال دیگه باید شروع کنید، 10 سال عقبید. از این قبیل فرض کنید حالا مثلا ما
اشاره کردم من به موقعیت جغرافیایی. ما الان طرحی داریم، یعنی دولت طرحی داره در زمینه مسیر شمال جنوب و شرق و غرب، که البته شمال جنوبش مهمتره. این خیلی مهمه. ما شمالمون به مجموعی از کشورها وصله که به اروپا و به جاهای دیگه منتهی میشه، جنوبمون هم دریاست و اقیانوس هنده و مجموعه آسیای با اون عظمت. ما این وسط قرار داریم. این یه اولویته، یه اولویت زیرساختیه، نمیشه از این سطح نظر کرد، باید دنبال کرد این رو. از این قبیل اولویت ها ما اولویت های زیرساختی داریم. مسئله امنیت غذایی جز اولویت های مهمه. مسئله به مناسبت امنیت غذایی، مسئله گندم خیلی مهمه، خودکفایی در گندم. مسئله استفاده از آب، نوع استفاده از آب در کشاورزی خیلی مهمه. شیوه های نوبی رو دارن بعضی ها، شنیدم بعضی هم رفتن با آقای دکتر پزشکیان مطرح کردن. یه مقداری ممکنه اول کار مشکلاتی داشته باشه، گران تمام بشه، لیکن یقینا آینده داره. اینا رو باید ما دنبال کنیم. اینا کارهای زیرساختی است، اینا اولویت های ما ایناست. از این قبیل مسائل توسعه، مسئله نفت هم در بخشای بالادستی نفت، مثل این شاهای شیوه های جدیدی که برای استخراج نفت در دنیا امروز مطرحه، ما تو این زمینه ها عقبیم. باید هرچی ممکنه استفاده کنیم از امکاناتمون، این شیوه ها رو فراهم بکنیم. هم در زمینه های پایین دستی مثل پالایشگاه، مثل رسیدن به محصول نهایی. ما امروز محصول نهاییمون در نفت بنزینه مثلا یا گازوئیل، در حالی که محصول نهایی اینها نیست، چیزهای دیگری هم اونطور که گفته میشه وجود داره که میتوانیم به اونا برسیم. اینا اولویت هاست که بایستی انشالله به اینها توجه بشه. نکته بعدی که اینجا من یادداشت کردم، نکته هشتم میشه، یه قدی هم داره زیاد میشه، درباره فضای مجازی است. فضای مجازی یک دنیای جدید است دیگه، شما بیشتر از بنده هم حتما مطلعید. یعنی فضای مجازی دیگه امروز مجازی نیست، امروز یه واقعیتی است توی زندگی مردم. روز به روزم داره پیش میره. اونچه که مهمه این است که در فضای مجازی حکمرانی قانونمند وجود داشته باشه. اینی که بنده گاهی گفتم فضای مجازی رهاست وله، این به خاطر اینه. حکمرانی بر اساس قانون، یه قانونی اگر ندارید قانون رو به وجود بیارید، بر اساس اون قانون زمام کار رو به دست بگیرید. همه دنیا این کارو میکنن، میبینید دیگه. این جوون بیچاره رو فرانسوی‌ها، یعنی اینقدر تا این حد سختگیری انجام میگیره، طرفو میگیرن زندان میکنن، تهدید میکنن که 20 سال محکومیت به تو خواهیم داد. این برخلاف این است که حکمرانی اونها رو نقض کرده. نقض حکمرانی قابل قبول نیست. شما یک کشور در اختیار شماست که وظیفه در قبالش دارید، مأموریت در قبالش دارید. نمیشه حکمرانی شما رو نقض کرد، نباید نقض کنن. این مسئله اینه. من به این مناسبت فضای مجازی که من حرف خودم رو، اون مبنای خودم رو گفتم، قبلا هم گفتم، جور دیگه بعضیا تبیین میکنن یا میفهمن یا نمیخوان بفهمن، اما حرف من اینه. باید قانونمند بشه فضای مجازی در کشور. اون وقت قاعد شد یه فرصت. اگر ما توانستیم حکمرانی قانونمند در فضای مجازی داشته باشیم، فضای مجازی برای کشور میشه یه فرصت، و الا ممکنه تهدید بشه. به این مناسبت من مسئله هوش مصنوعی رو مطرح کنم. یه بار دیگه هم تو اون جلسه، نمیدونم کی بود، تنفیذ بود یا چه بود،
اشاره کردم من. ببینید امروز هوش مصنوعی با یک شتاب حیرت دهندهی، یعنی انسان متحیر میشه از شتابی که این فناوری عجیب در دنیا پیدا کرده و داره پیش میره. خب دستگاه‌های ما الان، دستگاه‌های مختلف ما نظامی و غیر نظامی، از هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن، بهره‌برداری میکنن. اما این ما رو فریب نده. در مسئله هوش مصنوعی بهره بردار بودن امتیاز نیست. لایه‌های عمیقی داره این فناوری، باید بر اون لایه‌ها مسلط شد. اون لایه‌ها دست دیگرانه. اگر شما نتوانید لایه‌های عمیق و متنوع هوش مصنوعی رو، این فناوری رو تأمین کنید، فردا اینا یک ایستگاهی مثل ایستگاه اتمی، آژانس اتمی درست میکنن برای هوش مصنوعی که الان دارن مقدماتش دارن فراهم میکنن، که اگر چنانچه به اون ایستگاه رسیدید باید اجازه بگیرید تو فلان بخش از هوش مصنوعی استفاده کنید، در فلان بخش دیگه حق ندارید استفاده کنید. اینجوری زرنگای دنیا دنبال این چیزا هستن، فرصت طلبها و قدرت طلبهای دنیا. یه آژانس هوش مصنوعی هم وجود میاد، اون وقت اجازه نمیدن که شما از این منطقه عبور کنید. خودتون باید برسید به فناوری های عمیق و ژرف این مسئله. لایه های زیرساختی هوش مصنوعی رو باید در کشور دنبال کنید. اون کسانی که مسئول این مسائل هستن انشاءالله اینا رو دنبال کنن. به زمان دولتی 13 یه سازمانی تشکیل شد به نام سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیس جمهور. این کار خوبی بود. خب نصف کاره مونده دیگه. حالا اگر چنانچه همون سازمان زیر نظر خود آقای رئیس جمهور ادامه کار بده، امید فراوانی وجود داره که انشالله این کار به همین شکلی که از شد پیش بره. این هم این مسئله. نکته بعدی در باب اقتصاده که خب حالا دیگه من توی این زمینه حرف زیادی ندارم. اونی که کارشناس‌های متعدد و مورد اعتمادی به ما میگن در باب مسئله اقتصاد اینه که کلید مشکلات اقتصادی کشور در تولید طرف عرضه. اگه ما بتوانیم تولید رو پیش ببریم، مسئله تورم حل میشه، مسئله اشتغال حل میشه، مسئله ارزش پول ملی حل میشه. مسئله تولید رو باید جدی گرفت. تولید هم اگر چنانچه بخواهیم کشور در تولید ملی پیشرفت بکنه، کمک دولت رو لازم داره. بدون کمک دولت نمیشه. همین بهبود فضای کسب و کار و این حرفایی که همیشه زده میشه، اینا باید عملیاتی بشه. چند ماه قبل بود، یادم نیست کی بود، که یک گروه از همین کارآفرینان اقتصادی آمدن با ما ملاقات کردن. به نظرم 7-8 ماه پیش بود. صحبت هایی کردن. انسان گوش وقتی میکنه به حرفای اینها، واقعا شگفت‌آور توانایی هایی که در اختیار این کارآفرینان ما هست. میتونن کارهای خوبی انجام بدن. گاهی کارهای به ظاهر نشدنی رو اینا انجام دادن. سودم بردن، استفاده هم کردن، به کشورم سود رسوندن. این همشون هم تکرار میکنن که احتیاج دارن به کمک دولت. دولت باید کمک کنه به اینا. این هم نکته بعدی. و یکی مسئله مهم جمعیت و مسئله پیری کشور، پیری زود هنگام کشوره که خیلی ما 40 قبل نرخ رشد جمعیتمون 3.5% بوده که از نرخ‌های خیلی بالاست. خب یه عده‌ای دستپاچه شدند و یه مقرراتی رو گذاشتن و یه محدودیت‌هایی رو ایجاد کردن. حالا ما اون نرخ 3.5 که هیچ، حالا
دقیق من نمیدونم الان چیز جدیدی ندارم، مثلا نیم درصد و حد اکثر مثلا یه چیزی اینجوری. ما باز همون مقررات رو میخوایم اعمال کنیم، این نمیشه که. مقررات باید منعطف باشه، یه روز جمعیت بی ضابطه داره اضافه میشه، جلوش رو بگیرید خوبه. یه روز هم جمعیت متوقف میشه یا داره به طرف عقب میره، کشور به سمت پیری میره. اینجا باید بلافاصله مقررات رو طبق نیاز کشور تغییر بدید. شبکه بهداشت، من از آقای دکتر زبرقندی جدا میخوام روی این مسئله ایشون شخصا تکیه کنن، دنبال کنن این موضوع رو. یعنی واقعا برید دنبال این قضیه، نگذارید این موانع تولید مصر و ولادت رو که زیاد هم هست متاسفانه، اینا رو کاملا تسلط پیدا کنید و نگذارید این کار ادامه پیدا کنه. شماها خیلیاتون در دوران جوانی کارهایی کردید که ممکنه امروز نتونید بکنید، اون کارهای پیشرونده و اینها رو. خب ما احتیاج به جوان داریم تو کشور. اگر خدای نکرده کشور دچار این عاقبت تلخ و سخت یعنی پیری جمعیت شد، دیگه هیچ علاجی وجود نداره، که امروز خیلی از کشورها مبتلا هستن. این مسئله جمعیت یه مسئله نهراسیدن از مانع. من این رو خواستم به آقایون و خانوم ها عرض بکنم، هیچ کار بی مانعی وجود نداره، هیچ برنامه‌ای که مانعی در راهش قرار نگیره شما پیدا نمی‌کنید. همیشه یه موانعی وجود داره. بعضیا اولین گزینه‌شون وقتی به مانع برخورد می‌کنن عقب نشینیه. این خطاست. سعی کنید از مانع عبور کنید، سعی کنید مانع رو دور بزنید. بعد از اینکه همه این کارا رو کردید، یه وقت انسان عقب نشینی تاکتیکی می‌کنه، حرفی نیست. لکن اینجور نباشه که ما تای مانعی برخورد کردیم فوراً از حرفمون، از رأیمون، از برنامه‌مون برگردیم. از مانع نهراسید. این هم توصیه بعدی ماست. به دشمن هم امید نبندید. حالا اشاره کردن، ایشون هم اشاره کردن، دیروز پریروز هم دارن وزیر خارجه محترم یه اشاره کرده بودن، ما به دشمن امید نبندیم. برای برنامه هامون منتظر موافقت دشمنان، کسانی که با ما دارن. این منافات نداره با اینکه با همون دشمن آدم در یه جایی تعامل هم بکنه، مانعی نداره، اما امید به اون نبندید، اعتماد به دشمن نداشته باشید. این هم یه نکته. آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم این است که در دوران این مسئولیت هر چی می‌توانید به معنویات خودتون بیشتر توجه کنید. احتیاج داریم هممون، عزیزان من، احتیاج داریم به دل پر ایمان، به عمل عبادی، به انس بیشتر با قرآن و تضرع بیشتر پیش خدا، به همه اینا واقعا احتیاج داریم. اونی که من به طور خاص سفارش میکنم نماز با خشوع، نماز اول وقت، حتی المقدور نماز با جماعت، و اگر بتونید در محیط کارتون نماز بخونید، با کارکنانتون نماز بخونید، خیلی بهتره. شما الگو هستین برای جمعی، اولا برای کارکنان خودتون، ثانیا مردم نگاه میکنن به شما، نگاه میکنن رفتار شما، پوشش شما، چهره شما برای خیلی از مردم الگوست. اینو بهش توجه داشته باشید. یک کاری رو شما باید انجام بدید، مقید باشید، که شاید یه آدم معمولی لزوم نداره مقید باشه.
من این توصیه رو به آحاد مردم نمی کنم، اما به شما چرا؟ شما چون الگو هستید، چون به شما نگاه میکنن، از شما یاد میگیرن، رفتار شما یک مجموعی از رفتارها رو در کشور شکل میده و از خدای متعال بخواهید بهتون کمک کنه، تضرع کنید، اگر بتونید توفیق پیدا کنید، نوافل بخونید، نافله شب رو به خصوص بتونید سحرخیزی داشته باشید، این خیلی بهتره. خیلی سحر وقت خوبی است برای خلوت کردن با خدای متعال و حرف زدن با خدای متعال و خواستن از خدای متعال. شما هم وادی خدمت پا گذاشتید دیگه، هم وارد میدان خدمت شدید، قصد قربت کنید، نیت کنید برای خدا. اینی هم که حالا ممکنه بگن آقا فلانی تظاهر میکنه، اینم وسوسه شیطانه. این بعضیا هستن تو آدم بهشون میگه، میگن آقا اگه این کارو بکنین، میگن فلانی تظاهر میکنه، متظاهر. خب بگه، این به نظر من از سیر و تسلیم این وسوسه نباید شد. شما با خدا قرار بذارید، عهد کنید، عمل کنید، انشالله خدای متعال هم آبروی شما رو حفظ میکنه، به شما عزت میده، شما رو بالا میبره و به شما آبرو میده. انشالله خدای متعال همتون رو موفق بداره. یه قدی طولانی شد، اما انشالله مفید باشه، مؤثر باشه، بتونیم هممون با هم کار کنیم برای این کشور و برای این مردم و برای اسلام انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.